به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این برنامه میخوام بپردازم به این رژیم اشغالگر و اینکه آمریکا چه کسانی رو داره حمایت میکنه که در واقع ماهیت خود دولت آمریکا رو نشون میده، ماهیت خود این جنایتکارا رو نشون میده. شما میخوایش ببینی که یه شخصی چه مدل آدمیه، نگاه میکنی به دوستاش، نگاه میکنی به همپیماناش، اونا رو که یه نگاهی بهشون بندازی و یه گفتگویی باشون بکنی، اگه این آدم های شارلاتان و پدر سخته ای باشن، خب معلومه که خود اون شخص هم همینا از همین گروه و دسته هستن. یعنی در واقع یه اصطلاحی هستش که میگن گندابه فقط چی میگن آب گند رو به خودش جذب میکنه، همینه داستان، همینه. خب میخوام برم درباره این خاخام که اینجا روی صفحه میبینین، یه کلیپی ازش اومده بیرون. از این خاخاما زیاد هستن در میان این اشغالگران و متاسفانه از اینا تعدادشون زیاده و میخوام بگم میزان این تفکر زائدشون و این تفکر جنایتکارانشون نشان هویتشون و اون ذات کثیفشون هستش. خب این رو با هم دیگه بریم ببینیم و زیرنویس داره، زیرنویساشو براتون اینجا اگر که وقت نمی کنین خودتون بخونین، زیرنویسا رو براتون میخونم. خب بریم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم چی میگه. Most Jews do not fully understand the central message of Purim. خب میگه بیشتر یهودیان این پیام پوریم رو درست نمیفهمن، این عیدی که اینا جشن میگیرن خیلی هم با آب و تاب، و از آن پیام به طور خلاصه و آن پیام به طور خلاصه و ساده این هست که And that message is very briefly and simply that we the Jewish people are commanded ما یهودی ها دستور داریم که دشمنان مردم خود را نابود کنیم to destroy the enemies of our people in all times در همه زمان ها و همه مکان ها in all places as happened as همونطور که قبلا اتفاق افتاده و در کتاب استر با جزئیات شرح داده شده described in detail in Megillat Esther in the book of Esther where we find همون جایی که میگوین 75,811 نفر از دشمنانمون یعنی ایرانی ها رو نابود کردیم that 75,811 of our enemies were destroyed. حالا این تعداد و اینکه دونه دونه تا 8811 نفرش هم اینا حالا میدونن، اینو یه خورده جای پرسش داره، ولی داره اعتراف میکنه که تعداد زیادی ده ها هزار ایرانی رو اینا قتل عام کردن. Including women and children. شامل زنان و کودکان، همون کاری که تو فلسطین دارن میکنن. Some people are apparently capable of reading this Megillah twice. بعضی ها یهودیان این داستان در روز پوریم از الف تا یه حتی دو بار میخوانند بدون اینکه ببینند منظورش چیست. On the day of Purim, year in, year out, without actually seeing what it says. Or without asking themselves بدون اینکه از خود بپرسن چرا این اتفاق افتاد و چرا این همه آدم کشته شدن، یعنی این همه ایرانی رو کشتن، قتل عام کردن. The question why did this take place? Why were so many people خب میدونین که این خشایارشا و استر اومد گول زد و در واقع با وزیرش اینا تبانی کردن و کلی ایرانی رو به کشتن دادن. مردخای این وزیر در واقع خائن بدون اینکه از خود بپرسن چرا این اتفاق افتاد و چرا این همه آدم کشته شد با کمک یه جنایتکاری به نام مردخای. Killed. Why were women and children killed? چرا زنان و کودکان رو کشتیم؟ خب معلومه برای اینکه اینا در واقع نسلشون بر بیفته، کاری که تو فلسطین میکنن. But the answer is very simple. اما جواب خیلی ساده و سریع هست. Straightforward. Perhaps it is not politically correct. احتمالاً برخی فکر کنند که از نظر سیاسی خوب نیست که این را بگویم. The eyes of some, but it is the true
authentic and absolutely essential. اما این پیام حقیقی موثق و ضروریه. ضروری پوریم هست. خب داره میگه دیگه. Essential message of Purim and it is the central truth of the Torah. این پیام اصلی تورات است. خب این توراتی که این میگه این تورات تحریف شده یه همین جنایتکارانه. اون تورات اصلی رو اینو توش دست بردن. این تورات تلمودیه. The message of Purim is not. این پیام پوریم تنها برای بزرگداشت یک رویداد در گذشته نیست. About commemorating a past event. It is rather commemorating and بلکه برای یادآوری و گرامی داشته اون رویداد هست. Remembering a past event in order that we know how to و برای این است که بدانید که هنوز امروز و هم در آینده چگونه رفتار کنین. هم امروز هم در آینده. شما به آینده نمیرسین. خیال راحت باشه خواهم. Behave today in the present and in the future. Here در اینجا در کتاب رمبام زبان عبری اشاره می کند. رمبام mentions in halakha darad, halakha hey, two separate mitzvot. در دو قسمت جدا دو فرمان تورات. Asse, two positive commandments of the Torah. One is to destroy. فرمان اول. هفت ملت که چندین بار در تورات اشاره شده را نابود کنید. ببینید هفت ملت همونایی که اون ویزلی کلارک، آقای ویزلی کلارک اومد گفتش که قراره به هفت کشور حمله کنیم. من فکر کنم به همون داره اشاره میکنه. The seven nations mentioned a number of times in the Torah who reside کسانی که در اسرائیل اون زمان اقامت داشتن جایی که یهودیان وارد آن سرزمین شدن. خب میدونین که اینا اومدن گفتن به سوریه و عراق و نمیدونم لیبی و افغانستان و یمن و ایران و همه اینجا باید حمله کنن. کلن هفت تا کشور بود که اینو باید بهشون حمله می شد بهشون. خب اون موقع که در واقع این بخشایی رو که این داره عنوان می کنن جزو ایران بودن. کسانی که در اسرائیل اون زمان اقامت داشتن جایی که یهودیان وارد آن سرزمین شدند. اون ملت ها رو نابود کنید. ملت هایی که ادعا کردند که صاحب اون سرزمینند. this land for themselves. The second mitzvah. فرمان دوم که دقیقاً بعد از فرمان اول هست. Immediately after that is it is a mitzvah asa to destroy Amalek. Amalek و نسل اونها رو نابود کنید. همون که من گفتم یعنی نسلش رو نابود کنید. And his descendants. همون کاری که دارن در فلسطین انجام میدن. مفهوم امالک هنوز وجود دارد. The concept of Amalek still exists. We read. هر سال قبل از پوریم عرش از زخور رو میخونیم. حالا من نمیدونم این چیه. عرش از زخور رو میخونیم. ببینین آیا نباید این خاخامه رو گرفت چوب تو آستینش کرد؟ داره در واقع عملا سهه میذاره روی جنایت هایی که کردن و جنایت هایی که دارن در سرزمین های اشغالی انجام میدن. عجیب نیستش که این برای خودش آزاد میگرده؟ Every year before Purim we read Parashat Zohar که در اون خدا به ما دستور داده که فراموش نکنید که املک با شما چه کرد و نابودشان کنید. Commanded by Hashem to remember that which Amalek did to us and to destroy them. Most Jews do not fully understand. خب بی‌شرف. حال میرم یه پیام ببینین این اون یهودی بی‌شرف جنایتکار یهودی نیستش. خب در با ماسک یهودی اومده. این صهیونیسته. ببخشید من تصحیح میکنم. این صهیونیسته. حالا یهودی واقعی این آقای دیویس خاخام دیوید وایس هست. گوش کنیم ببینیم ایشون چی میگه. خاخام های سراسر دنیا و انجمن یهودیان که بسیار دیندار هستند. این آقای دیوید وایس اینو تو نیویورکن. من شنیدم که بر اساس فقه یهود نمیشود اسرائیل کشور یهودی ایجاد شده. cannot be created religiously. 100% برای ما یهودیان داشتن کشور ممنوع است. آفرین.
عقیده ما هنگامی که معبد سلیمان در حدود 2000 سال پیش نابود شد خداوند به عنوان مجازات ما را از داشتن سرزمین ممنوع کرد. حالا من نمیگم که سرزمینم نداشته باشین، من میگم که حالا خداوند اون موقع اینو گفته، حالا برین یه جای دیگه. خداوند حتما داشتن سرزمین اشغالی بر اساس خون اون رو ممنوع کرده، من اینو مطمئنم. این بدان معناست که زندگی در سرزمین مقدس بدون رسیدن به سطح ایمان لازم، آمدن منجی یهود بسیار منجی یهود گناه بسیار عظیمی است. اینا برای همین هی میخوان زور بزنن یه منجی دجالی رو اینا ظهور بدن، بگن که این همون منجیه. پس ما ببینین اینجا، بدون رسیدن به سطح ایمان لازم، آمدن منجی یهود گناه بسیار عظیمی است. پس ما توسط خداوند تبعید شدیم. خب و از 2000 سال پیش برای ما داشتن مالکیت سرزمین و ساختن حکومت بر علیه ملت ها آفرین یا بازگشت به سرزمین مقدس ممنوع شده است. بابا درد و بلای این خواخام دیوید وایس بخوره تو سر اون یکی جنایتکار. و این برای 2000 سال مورد احترام بوده یا مورد احترام بود. کتابشون نشون میده صهیونیست همونطور که میدونی باعث بدعتگذار بودن، پس کشور تشکیل دادن، یعنی اینا اون قول و قرار رو شکستن. اما هر روز آرزو میکنیم به درگاه خداوند دعا میکنیم برای تعجیل. Every day we pray to God for the speedy and total dismantlement of this. در از بین بردن کامل مسالمت‌آمیز و فوری این دولت انشالله. خب ما میگیم که اینا از بین برن، نه اینکه حالا قتل عام بشن، کشته بشن، به عقل و درایتی بیان، خودشون بیان سر چی میگن سر میز مذاکره برای یه رفراندوم بگذارن و اونجا سرزمین فلسطینیاست و در واقع دست از این سرزمین های اشغالی رو تحویل بدن و رفتار درست انسانی پیش بگیرن. البته من خودم فکر نمی کنم که اینها چنین موجوداتی باشن، وقتی که خباثت تو وجودشون رفته همون خواهد بود. انجام بدیم که این صورت بگیره و بگذاریم تا دنیا بداند که این یهودیت نیست. آفرین. ببینیم، من همیشه اینو گفتم، ما اصلا و ابدا با یهودی هیچ مشکل و مسئله ای نداریم، خیلی هم دوستشون داریم، تو دین اسلام بهشون هم احترام میگذاریم، به دین یهودی و حضرت موسی. این صهیونیسته که این رو داره خراب میکنه تا دنیا بداند که این یهودیت نیست. اینها در تضاد با مذهب من هستن. صهیونیسم در تضاد با یهودیت است. ببینید، داره نشون میده، میگه اینا دارن ما رو خراب میکنن. آنها در تضاد با مذهب من هستن. صهیونیسم در تضاد با یهودیت است. و خاخام های سراسر دنیا و انجمن یهودیان که بسیار دیندار هستند، داره میگه که تمام خاخام های سراسر دنیا و انجمن یهودیان که بسیار هم بزرگ هستن همین باور رو دارن. با دم این خاخام یا آقای دیوید وایس گرم که انسان بسیار والایی است و درد و بلاش بخوره تو سر اون خاخام هایی از جنس اون، اینا دیوونه، اینا بیمار روانی هستن و در واقع میان یه تعداد زیادی از همین یهودی های وارداتی به این سرزمین های اشغالی رو اینا به کشتن میدن. اون بدبخت ها باشدن از یه کشور خودشون ترک کردن به امید اینکه اونجا بهشون خونه میدن و بهشون کار میدن و براشون یک آیدی در نظر میگیره، اینا رو گول زدن باشدن رفتن اونجا، به جز اینکه مرتب باید برن توی سوراخ موشی پیدا کنن قایم بشن، مرتب تنش، مرتب جنگ و جدال، چیز دیگه ای نصیبشون نشده و اوناییشون هم که دستشون به دهنشون میرسه پول دارن، اونام دارن ترک میکنن
اونجا رو اون سرزمین های اشغالی رو در هر صورت من خودم شخصا اصلا و ابدا مخالف این نیستم که اینا یه سرزمینی داشته باشن، ولی جاشون اونجا نیست و جاشون اگرم اونجا باشه به اون صورت نیستش. در هر صورت اینا خیلی جنایت کردن، همینطور که شنیدین این خاخامه گفتش که باید نسلشون رو ور بندازیم و همین کار رو کردن و ادامه خواهند داد. ببینین یه نکته رو اینجا باید عنوان کنم، این خاخام های افراطی و افراطی در حد میخوام بگم در حدی که خون جلو چشمشون رو گرفته، در حد جنایت، اینها خطرناک هستن برای بشریت و برای دین یهود. همینطور میخوام بگم اگر که یک چنین افرادی در واقع در دین اسلام پیدا بشن، همینه، ما مذهبیون افراطی در کشور خودمونم داریم که دارن ایرانو به باد میدن. اینا هم باید جلوشون در واقع نظام و میخوام بگم اون جریان خوب باید جلو اینا بیسته، برای اینکه اینا خطرناکن. اینا نه تنها برای اسلام و برای حالا در واقع شیعه یا برای سنی، من نمیخوام بگم شیعه سنی، کلن میخوام بگم اسلام، این مذهبیون افراطی نه تنها برای دین اسلام خطرناک هستن، بلکه برای بشریت هم خطرناک هستن و باید جلوی اینها بیستن، نظام باید جلوی اینها بیسته. من میخوام بگم دم همه یهودی های با شرف گرم، تمام خاخام هایی که بینش انسانی دارن و شرف انسانی دارن، و مرگ بر تمام اون صهیونیست های آپارتایدی که جنایت میکنن و نفس کشی میکنن و کودک و زنها رو میکشن در فلسطین و با یهودی های با شرف این رفتارها رو دارن. خدا نگهدارتون.